سرخط خبرها و مهمترین ها اتمر خواصار از سرگیری مذاکرات بین الافغانی شد نجات یک کودک از چنگ آدم رو در بلخ نو آدم ربا بازداشت شدند ایران وعده داد که انتقام سخت از طالبان میگیرد و جواب دندان شکن طالبان به ایران به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یک زیگر از ویدیوهای کانال جنجال فو خوش آمدید لطفا تا آخری ویدیو با ما باشید هنی فدمر وزیر امور خارجه دولت ساقط شده اشرفغنی خواستار از سرگیری مذاکرات بین الافغانی شده و گفته است که زمان آن فرا رسیده تا روی صلح پایدار و نظام همشمول ملی توافق صورت گیرد خبرگزاری افاق او این اظهارات را پنجشنبه شب یازدهم قوس در واکنش به تصمیم کمیته اعتباردهی سازمان و ملل متحد مبنی بر عدم اعطای کرسی افغانستان به طالبان مطرح کرده است اتمر در رشته تویت نوشته است که کمیته اعتبارنامه سازمان و ملل متحد با این تصمیم خود نه تنها ادامه کار نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان را تایید کرد بلکه پیام بسیار روشن را به تحریک طالبان فرستاد کسب مشروعیت داخلی و بین المللی به شرط حضور در جامعه دولتهای مشروع است. او افزوده است که زمان آن فرا رسیده است که مذاکرات بین الافغانی برای توافق همجانبه سیاسی بر اساس تعداد الزام آور موافقت نامه صلح دوها از سر گرفته شود و روی صلح پایدار و نظام همشمول ملی متکی بر حقوق بشر، حقوق زنان، اراده آزاد ملی و تعهدات بین المللی افغانستان توافق همه صورت گیرد. مذاکرات بین الافغانی سال مطابق توافقنامه دوهم میان دولت اشرف و طالبان آغاز شده بود اما هیچ نتیجه در پای نداشت و سرانجام طالبان قدرت را تصرف کردند با گفته وزیر خارجه اشفغنی چنین یک توافق بین الافغانی مشروعیت نظام را فراهم و راه را برای حل دائمی بحران‌های سیاسی، امنیتی، بشری و اقتصادی کشور هموار می کند. اتمر گفته است زمان انتخاب درست رسیده که نباید در آن اشتباه صورت گیرد با گذشت بیش از صد روز از تسلط طالبان بر کابل تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است به تازگی کمیته اعتباردهی سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایندگان رسمی کشورها تصمیم درباره کرسی افغانستان را به یک زمان دیگر معکول کرده است نجات یک کودک از چنگ آدم رو بایان در بلخ نو آدم ربا بازداشت شدن رسانه های طالبان از رهایی یک کودک دختر از چنگ آدم ربایان در بل خبر دادن خبرگزاری افاق با گزارش باختر امارت اسلامی روز پنجشنبه شنبه یازده قوس با اجرای عملیات در مربوطات نایه نوم شهر مزار شریف این کودک را که سه روز پیش ربوده شده بود را نجات دادن محصولان امنیتی بلخ میگویند که در پیوند به این قضیه نو آدم بازداشت شدن و یک تن دیگر کشته شده است. آدم ربایی همچنان یک چالش جدی امنیتی در شهرهای کشور از جمله مزار شریف است. عبدالرؤوف کودک ربوده بوده شده در بلخ نزدیک به دو سال است که در چنگ آدم رو بایان است و در حال حاضر از سرنوشت او خبر نیست. مسئولان امنیتی دولت پیشین در رهایی عبدالرعوف ناکام ماندن. این در حال است که شفغنی رئیس جمهور پیشین به مقامات محلی بلخ هشدار داده بود که اگر تای چند روز عبدالرعوف رو آزاد نکنند همه آنها را برکنار خواهد کرد. امرلا سالم آوان اول هم قول آزادین کودک که در آن زمان نو سال داشت تای در روز را داده بود ایران وعده داد که انتقام سخت از طالبان می گیرد و جواب دندان شکن طالبان به ایران حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ایران طالبان را اشار مسلح خوانده و خواهان برخورد جدی با این گروه تروریستی شده است جواب عبدالحمید خراسانی ناراحت نباش از مرغ که دانه و غذا تو دادی ولی برای همسایه خم گذاشت چون یک روز بوی کبابش می آید. نیروهای مقاومت از اختار همسایه خوشی می کند. رویدادهای مهم جهان لاوروف به اروپا دیدگاه سازمان همکاری شانگهای و پیمان امنیت جمعی را در مورد افغانستان در نظر بگیرید. وزیر خارجه روسیه از سازمان امنیت و همکاری اروپا میخواهد تا دیدگاه سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در خصوص افغانستان را در نظر بگیرد با گزارش اسپوتنیک سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا به خبرنگاران گفت که روسیه از سازمان امنیت و همکاری اروپا می خواهد که هنگام کار روی برنامه های خود در مورد مسئله افغانستان تصمیمات را که قبلا در چارچوب زمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای گرفته شده است در نظر بگیرید. آقای لاوروف تاکید کرد هم در سازمان همکاری شانگهای و هم در سازمان پیمان امنیت جمعی گروه های کاری میکانزم های ویژه برای تماس با افغانستان دارند و امروز ما از همکاران خود در سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستیم در هنگام تدوین برنامه های خود آنچه را که قبلا انجام شده و به نفع افغانستان می شود در نظر بگیرند آنچه که انجام می شود به نفع همسایگان ما است قابل ذکر است که روز گذشته دومین محموله از کمک های بشر روسیه به افغانستان رسید این کمک ها شامل آرد شکر و چای خشک بوده که برای متضررین ناشی از حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است امریکا آماده کمک در حل و فصل اوکراین است خبرگزاری سپودنیک وزیر خارجه روسیه از آمادگی امریکا برای کمک به حل فصل اوکراین خبر داد به گزارش اسپوتنیک سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که ایالات متحده آماده است به اوکراین برای اجرای توافقات منسک برای حل بحران کمک کند با گفته وزیر خارجه روسیه می توان از توانایی ایالات متحده در روند سال در جنوب شرق اوکراین استفاده کرد و ای همچنین خاطر نشان کرد که ایالات متحده بر روسیه اطمینان داده است که نمی خواهد کار فارمد نرماندی را با تلاشهایش برای حل و فصل اوضاع در اوکراین تضعیف کند لاوروف گفت که روسیه از تماس در مورد اوکراین امتنا نمی ورزد و آماده همکاری از جمله با ایالات متحده است نکته اصلی برای مسکو این است که بفهمد اقدامات واشنگتن به کجا خواهد رفت وزیر امور خارجه همچنان گفته است که در جریان نشست شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا هیئت روسی پرنت مدن توافقنامه میسنگ را بین شرکت کنندگان توضیح کرد لاروف پیش از این یک دور چل ای با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفتگو کرده بود در این دیدار رؤسای وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت کار سفارت روسیه و امریکا عادیسازی بحران در جنوب شرق اوکراین و روند از سرگیری توافق هستوی ایران صحبت کردند از اینکه تا این با ما بوده جان سپاس برای ویلای بیشتر و تازه ترین خبرها و کانال را سابسکرایب نمایید